أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. از جلسه گذشته ای فهمیدیم که ما از طرف عقل و وجدان و فطرت خود و دین خود وظیفه داریم که باید موضع گیری کنیم در همه مسائل، نه در خانه. اسلام دین بین المللی، دین بشریت، سرخ و سفید و سیاه و زن و مرد و کوچک و بزرگ نداره. افریقا و آسیا و نمیدانم که استرالیا و اقیانوسیا و اینا نداره. بشر بشر، یا حیوان ناس و مردم کار داره. کل بشر، یا حیوان ناس اتقوا ربکم، قل اعوذ برب الناس ملک الناس اله الناس، به انسان کار داره. از هر جایی که باشه، به هر رنگی که باشه، نه زرد میدانه نه سرخ میدانه. یک عده از امریکای جنوبی سرخن، چینی ها زردن، یک عده سفیدن، یک عده سیاپوست. اینا هیچی در اسلام مطرح نیه، هیچی. انسان انسان این میخواه که چسب بیاره، اوهو چسب قوی که اینا رو با هم یکی کنه. تو بیستا ست تا کلمات بالی کاغذ بنویس: احمد، محمود، درخت، برق، دیوار، ساعت، بلنگو. اینا مقاله میشه نه کتاب، به درد نمیخوره. اینا هر که سخن را به سخن زم کند، قطره از خون جگر کم کند. در اجتماع هم میتوره، اما تو که در کتاب هم میتوره که کلمات باید با هم مربوط کنیم. که این فصل در این کتابی که تو دا فصل داره، در این فصل عنوان فصل چیه؟ این دا ورق تو که در فصل اول نوشتی باید با عنوان مطابقت کنه. کلمات با هم بچسبه، که نچسبه او دریوری میشه. اون من از باره حسین در استرابم، تو از عباس میگویی جوابم، به درد نمیخوره. او در اجتماع نمیه موضع گیری ها میخواه باید یک جا شو. پیش از موضع گیری باید بشر یک جا کنیم. اخلاق دینی هیچ ربطی به علم نداره. ما چی ببینیم؟ از دو طرف صحبت کنیم. ما چی اخلاق داشته باشیم یا نه، دین داشته باشیم یا نه، به علم و تکنولوژی محتاجیم، در زندگانی خود محتاجیم. اینا واقعیت های ما محتاجیم، باید دنبالش بریم. او طرف ما چی تکنولوژی داشته باشیم، علم داشته باشیم، منظور ما علوم تجربیه، داشته باشیم یا نه، ما به دین محتاجیم، به اخلاق دینی محتاجیم، به چسب اوهوی دینی محتاجیم که ما را یک جا کنه. فکرای نامربوط ما را، فکرای فردی ما را برش قدر جامع پیدا کنه، در تات یک لوا حرکت کنیم. ما به اینا محتاجیم. ما امروز اردو رو داریم، ام علم پیش رفته، ام دین خوبم خدا به ما داده. باید از اردو استفاده کنیم. دین به علم محتاجه، علمم به دین محتاجه. زندگی باید جنگل نشوه. علم موضوع گیری نمیتوانه، موضوع گیری مربوط به دینه. بر امی اساسی که موضع گیری به دین مربوط میشه، ای باسم در اخلاق آمده. او عنوان چی بود که به یکی دو هفته خانده؟ بغض معصیت. آدم باید اطاعت دوست داشته باشه. او دستوراتی که در زندگی لازمه که ما و شما به نام اوامر شرعی بیان میکنیم، قلبنم با او کامل که در خارج انجام میدیم، باید با او محبتم داشته باشه. نماز میخانی، باید نماز دوست داشته باشیم، چون ان الصلاة
تنها عن الفحشاء والمنکر، نماز تو را از بدیای بزرگ و از منکرات دور میکنه. این را باید دوست داشته باش. به تبع زی نمازخانی دیگرم دوست داشته باش. میدانی که دزدی، غیبت کردن، توهین کردن مال مردم، آبروی مردم، ناموس مردم، تجاوز کردنی به این غلطه، باید بغض داشته باشی. این موضوع و عمل واجب شرعی تویه که تو میگم حرام این کار نکو، او جدا حرفه، ما اون نر بیان نمی کنم. ما فقه نمی خانیم که مال مردم خوری حرامه و فوش مردم حرامه و غیبت مردم حرامه، اونا را در فقه میگیم، در اخلاق ما و عرفا را نمیگیم. میگیم موزیگیری هم داشته باش، اما تو که اینا فعل حرامه بغضم باید بگی داشته باشی. این کارا را بد بدنی هم برای خودم برای دیگر، برای امی اساسه که امر به معروف و نهی از منکر میای. وحباب این موزیگیریه دیگه، موزیگیریه اخلاقیه. وحباب لغیر که ما تحب لنفسک، چی موزیگیریه دین، چی موزیگیریه زیبا داره. انسانیت بالنده میکنه، انسانیت ما را چارچ میکنه. وحباب لنفسک ما، وحباب لغیر که ما تحب لنفسک، وابغض لغیر که ما تبغض لنفسک، هرچی که برای خود دوست داری برای دیگرام دوست داشته باش. اما چیزی که برای خود میخوایی برای دیگرام بخواه، این موزیگیریه. او که چیزی خوبه تو بجا میاری بجا بیار. ای که تو زحمت کشیدی و پولدار شده، پولت از خودت نوش جانت، لیکن امی زحمتی که کشیدی پول پیدا کردی برای دیگرام بخواه. با فکر استثمار نیفتی که پولای دیگرها را از جیبش بیرو کنی به جیب خود بندازی که استثمار کنی، نه. ای حیوانیت دوز حیوانه. هرچی که برای تو پولدار شو برای دیگران بخوای که پولدار شون، استثمار نکو، دزدی نکو، خیانت نکو. وابغض لنفس که ما تبغض لغیرک، او چیزی که برای خود شایسته نمیدانی از دیگران نخواه که او کارو بکنه. ببین این دو مرتبه داره، تو دلت نمیخوای دزدی کنی، با او میگی برو دزدی کن، غلطه. این موزیگیری اسلامی نیه. اما تو که تو دزدی نمی کنی برای زو هم ایره مبغض بدار، بگو آقا ما با اون نگو که برو دزدی کن، با اون نگو که برو تو دزدی کن، من رفتن نمیتوانم، برای من بده، تو برو دزدی. ایر که نگو، که نگو، او را تشویق نکو که نگو. دیگه حرف میگه این دو مرحله داره که چیزی که برای خود دوست نداری برای دیگرام دوست نداشته باش. تو خود تو این کاری بده نمی کنی، با اون میگه برو تو بکن، نه نه نه. اما تو که انسانیت خود دوست داری، انسانیت او را دوست داشته باش، چی فرق میکنه؟ بالاتر از این تو تشویق که نکردی، امر که نکردی، ولی او از پیش خود میخواه برو دزدی کنه، جلبش بگیر، برم رایش صحبت کن، این کار بده، ایه ایه ایه، امی امر به معروف و نهی از منکر برای امیه دیگه. اونم یک موزیگیری اخلاقیه، هم از نگاه فقهی واجبه، هم از نگاه اخلاقی. چیزی را که برای خوب باید بده مبغوز داشته باشه. خوب ببین، اول این دو مرحله داره. مرحله اول بدکار، بد، معصیت، فسق، فجور، رزالت، پستی را ما باید گذشته از که به جان میاریم، او مربوط به فقه میشه، مربوط به قانون میشه، نه ما اخلاقی صحبت. اخلاقیش ایه که باید با اینا در قلب خود بغض داشته باشی، اینا را دشمن بدار. اینا عمله، او عمل فقیه، به فقه مربوطه. ای که تو دشمن میداری، اینی موزیگیری اخلاقیه، این صفت اخلاقی، اخلاقیات به نفس مربوط میشه نه به عمل. نگه با این دشمنی کو بغض داشته باش، کینه داشته باش، در پیش تو بغض، یعنی معصیت، خلافکاری، نافرمانی،
خودخواهی، کبر، غرور، استثمار، استعمار، ظلم، ستم، بی‌عدالتی باید به نظر تو مبغوض باشه، باید دشمنی کن. این موضع‌گیری اخلاقیه. هر انسان باید موضع‌گیری داشته باشه، مثل مسائل سیاسی. این طرف با اینا که بغض کردی، با کارای خوب، خدمت کردن به مردم، انفاق، کمک کردن، تواضع، فروتنی، اینا را دوست داشته باش. گذشته از اینکه به جامعه ریک دوست داشته باش. من ممکنه پول نداشته باشم که به او کمک کنم، اما دوست دارم که یک نفر دیگه به او کمک کنه. خودم اگر پیدا کردم باید خودم بدهم. ای که بدهم ای به فقه مربوطه، اما ای که من دوست داشته باشم ای به اخلاق مربوطه. دوست داشتن صفت قلبیه، به اعمال مربوط نیه. باید موضع‌گیری معنی باشه. این قدم اولشه. در قدم دیوم این موضع‌گیری اول یک موضع‌گیری دیگر میاره. اینا ظرافت های اخلاقیه. تو که بد گفتم بابا چکار کو؟ بغض. که عنوان اینجا بغض معصیته، نافرمانی، انارشیزم، پابند نبودن به قانون، چه قانون رسمی چه قانون خدایی دینی، پابند باشی. اونایی که تخلف میکنن او باید او را دشمن داشته باشی. این طرف انقیاد، تسلیم، محبت کردن با محبت کردن با کارهای خوب، اینایه باز ای چی کار میشه؟ ای تعدی میکنه که اما تو که خود خوب دوست داری خوبان هم دوست داشته باشی، اما تو که بد مبغوز توی بدکارم باید مبغوزت باشه. با اونا نرو. ولا ترکنو الی الذین ظلمو فتمسکم النار. اعتماد نکو بر مردم ستمگر، علاقه با او پیدا نکو، محبت با او پیدا نکو، که آتش به جانت میاد، آتش تو رو میگیره. فتمسکم النار. این طرف با خوبان محبت کو. تو با خوبه که دوست داری، او را که دوست داری خوبه دوست داری، اطاعت، قانون، خوبی ها را دوست داری، با مردم خوب و صنف خوب محبت کو. از محبت خوب محبت به خوبان پیدا میشه. ای با کجا ببین ای چقدر این بالا میگیره. در یک حدیث داره، هل الایمان الا البغض والحب. این مسائل موضع‌گیری های اخلاقی خیلی بالا میره، خیلی اساسیه. آیا ایمان غیر از بغض و حب؟ این حدیثه، هل الایمان الا البغض والحب. بغض بدیا و مردم بدکار، محبت کارهای خوب و محبت خوبان. اردور که یک جا کنی نگه اینمی ایمان، مومن همیه که بد و بدکار بدش میایه، با بدکارا خنده نمی کنه، با بدکارا کمک نمی کنه، در حزب بدکارا نمیره، با بکارای بد آغشته نمیشه، بلکه با کارای بد مبارزه میکنه، نای از منکر میکنه، با خوبا محبت میکنه، صمیمیت پیدا میکنه، با اونا همکاری میکنه، از اونا جدا نمیشه، در حزب خوبان میره، در دسته خوبان میره. این دسته ها فقط در امی دنیای نه، این همی تو میاید تا میدان قیامت. این حزب هست، این دست از بین نمیره. اینا از عذاب سیاسی نیه که برای یک منافع موقت یک جا میشن، اون منافع که رفت حزبم جدا میشه، از بین میره. اینا میمانه موضع‌گیری های اخلاقی. در قیامت چکار میشه؟ اینه می دسته های. و کنتم، سوره واقعه، و کنتم ازواجا ثلاثه، فردای قیامت
سه دسته میشین، سه دسته میشین. دسته ها محفوظه. السابقون السابقون اولئک المقربون، او دسته اوله که در فوق قرار دارن، دنیای خدا، آرزوهای خدا، همه را در رای مبارزه با بدیا فدا کردن، اما قدرت مالی و جسمی و آبروی همه را برای خوبان مانده، خوبان تقویت کرده، اونا مقربینن. سابق اونا سبقت گیرنده هاین، کارای شخصی خود ماندن، تمام زندگانی خود برای کارای عمومی وقف کردن. السابقون السابقون اولئک المقربون. روز قیامت دو دسته متوسط میمانه، و اصحاب الیمین، ما اصحاب الیمین، اینایی که موزی گیریای مثبت کردن، بغض دوست بد بد دانستن، بد بدیا بغض داشتن، با بدکارام اونارم از اونام نفرت تنفر داشتن، از خوبا هم با خوبیا کار کردن، در رای خوبیا و اشاعه خوبیا کار کردن، و از خوبانم پیروی کرده و با اونا همکاری کرده و محبت. اینم اصحاب یمین. یک دسته دیگه اصحاب شمال، فی سموم و حمیم، دیگه هم داره، اونایی که با بدا کمک کردن، بدیا را دوست داشتن، خوبیا را از خوبیا نفرت داشتن، از صاحبان از خوبان هم نفرت داشتن، بدیا را دوست داشتن و با بدکارام یک جا بودن. اینا از آب شماله. اینا روز قیامت جدا میشه. در دنیا مسیر اینها جدا بوده، در آخرت هم که عکس العمل همین دنیاه جدا میشن. اصحاب یمین همون نامی اعمالشان هم که داده میشه از پشت سر به دست چپ. اونایی که از اعمال اصحاب یمین از روبرو به اونها داده میشه به دست راست، اونا به دست راستن به طرف بهشت میرن، اینا به طرف دوزخ میرن. میبینی که همه چیز منظمه، هیچ تخلف نمی کنه. یک حدیث داره میگه اگر سنگم دوست داشته باشی با همون سنگ مشهور میشی. اینا موزی گیری های اخلاقیه، میدانی اینا در دنیا چی موزی گیری داشتی؟ سنگ، یک سنگ دوست داری، مثل که ما و شما سنگ جلال اسود دوست داری، میبوسی موره، با امو مشهور میشه. هر کسی که دوست داری، این حب و بغض خیلی عمیقه. حب و بغض در دنیا با آخرت هم تاثیر میکنه. در این دنیا با مبغوضی بو دنیا ما میتوره، این دنیا بد بده و بدر در قیامت مجسم میشه به شکلیاتش اونج میره. خوبا را دوست داشتی، خوبی ها را دوست داشتی و خوبان را دوست داشتی، اونا اصحاب یمینه. جاده از دو طرف در قیامت اسفالته، یک جاده راست، جاده راستی هم اسفالته اصحاب یمین، و جاده اصحاب شمال هم اسفالته، به مورای خود میره، او پایانش به دوزخه، او پایانش به بهشت. الان ما و تو ماندیم و اینه منجی آخرت موزی گیری نمیشه، اینم اینجای در امی زندگان. این حرف اشتباهه. ای زندگی دنیا پستن، نفهمیدن که زندگی دنیا چی، زندگی دنیا دنیا اینه پستر، اونمو بدشت خوب طرفداری بدیها و بدکارا، اینمی دنیاه. اما زندگانی در روی کره زمین نعمت خدایه، دانشگاه عمومی بشره، بهشت و دوزخ از امی دنیا مشخص میشه. این دنیا برای تکامل، ما را برای تکامل و رحمت آفریده. ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذلک خلقهم. ما اینا را از برای امی رحمت رحیمی خلق کردم که با کمال برسین.
زندگانی که ما حاضر ما خیلی عالیه. اشتباه نکنی زندگی در روی زمین به زندگانی دنیا. اون گفتم به شما که دنیا صفت حیات، زندگی پستر یا حاضر. این زندگی زندگی جاویدانه، زندگی کمال. ما اینجا تکامل برای تکامل میریم، با کمال میشیم تا در جمله اصحاب یمین بریم، یا بعضی هم شاید موفق تر باشن و با او سطح بالای مقربین برون. خدا تبارک و تعالی به ما و شما توفیق بده که در این دنیا برای حق بریم، حق دوست داشته باشیم و با حق داران و پیروان حق محبت کنیم، محبت داشته باشیم و بدیها و بدکارا را مبغوض داشته باشیم. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.